احضار سفیر افغانستان در وزارت خارجه ایران. کابل، اعتراض حق قانونی و شهروندی افغان ها است. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. احضار سفیر افغانستان در وزارت خارجه ایران. کابل، اعتراض حق قانونی و شهروندی افغان ها است. در اعلامیه‌ای که شب گذشته شنبه 24 جوزای سال 1399 از سوی وزارت خارجه به نشر رسیده است، آمده است که سفیر افغانستان در تهران صبح دیروز توسط وزارت خارجه ایران در واکنش به تجمعات و اعتراض‌های مسالمت آمیز در شهرهای افغانستان احضار شده است. اطلاعات روز. به دنبال احضار عبدالغفور لیوال، سفیر افغانستان در تهران توسط وزارت امور خارجه ایران، وزارت خارجه افغانستان گفته است که هر شهروند افغان بر اساس قوانین و حقوق شهروندی حق دارد اعتراض کند. در اعلامیه‌ای که شب گذشته شنبه 24 جوزا از سوی وزارت خارجه به نشر رسیده است، آمده است که سفیر افغانستان در تهران صبح دیروز توسط وزارت خارجه ایران در واکنش به تجمعات و اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در شهرهای افغانستان احضار شده است. وزارت خارجه ایران در این احضار یک یادداشت اعتراضی را نیز به آقای لیوال تسلیم کرده است. و نقل از اعلامیه، آقای لیوال در جریان احضارش در وزارت خارجه ایران گفته است که هر شهروند افغان حق اعتراض و برگزاری تجمعات مسالمت آمیز را دارا می باشد. او افزوده است هرگاه رفتار مظاهرچیان منجر به بی‌نظمی و اخلال در اجرای قوانین گردد، از سوی نهادهای موظف افغانستان مورد پایگرد قانونی قرار خواهند گرفت. با این حال وزارت خارجه در اعلامیه خود از نهادهای امنیتی کشور خواسته است که چگونگی این تجمعات را به این وزارت گزارش کنند. این وزارت تاکید کرده است در صورتی که این اعتراضات در موارد منجر به بی‌نظمی شده باشد، تحقیق صورت خواهد گرفت. از سوی هم در اعلامیه گفته شده است که به خاطر رفع مشکلات به میان آمده میان افغانستان و ایران، قرار است یک هیئت بلند رتبه به زودی به ایران اعزام شود. دیروز وزارت خارجه ایران نیز در اعلامیه گفته بود که سفیر افغانستان در تهران را برای ارائه پاره از توضیحات در مورد اقدامات اهانت‌آمیز به سفارت این کشور در کابل به این وزارت احضار کرده است. در این اعلامیه آمده است که این اقدام در پی تحرکات عده معدود از جریانات خاص سیاسی و برخی اقدامات اهانت‌آمیز و تعرض به سفارت جمهوری اسلامی ایران و سایر نمایندگی های این کشور در افغانستان صورت گرفته است. ایران گفته است که جریانات خاص سیاسی که سابقه ضدیت با جمهوری اسلامی ایران و حسن همجواری میان دو کشور را دارند، اخیراً به بهانه های فوت چند تن از شهروندان افغان در خاک ایران در برابر نمایندگی های سیاسی این کشور اقدامات اهانت آمیز و تعرضی انجام دادند. درویداد جداگانه در جریان دو ماه اخیر که گفته شده است عاملان آن نظامیان ایرانی بوده، از شهروندان افغان قربانی گرفته است. رویداد غرق شدن کارجویان افغان در هفته های نخست ماه ثور سال جاری اتفاق افتاد. رویداد آتش گرفتن موتر حامل شهروندان افغان نیز در 14 جوزا در ولایت یزد ایران رخ داد. این رویداد با واکنش های گسترده در افغانستان روبرو شده است. حدود یک هفته پیش شماره از اعضای حزب همبستگی افغانستان در اعتراض بر رویداد آتش گرفتن موتر حامل شهروندان افغان در ایران
و غرق شدن شمار دیگر از شهروندان افغانستان در مرز با ایران در مقابل سفارت ایران در کابل تجمع کرده و بر لوحه این سفارت رنگ سرخ پوشیدند. در شهرهای هرات و ننگرهار نیز شماری از فعالان جامعه مدنی در اعتراض به وقوع دوری داد یاد شده دست به تجمع اعتراضی زدند. با تشکر که تا اخیر این ویدیو با ما همراه بودید، منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.